بسم الله الرحمن الرحیم یا من هو الی من احبه قریب سلام و درود میفرستم بر روان پاک پیغمبر مهربانی ها و پاکی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و برگزیده ایشان عرض سلام و درود دارم خدمت یکایک شما بزرگواران توفیقی شد تا امشب هم اینجا باشم در چهارشنبه دیگر در محضر شما بزرگواران از استودیوی پخش برنامه به وقت بیداری از رسانه جهانی هادی این توفیق شکرگزار هستیم که می توانیم همچنان همراهی نگاه مهربان و بسیار خردمندانه شما عزیزان با خودمان داشته باشیم انشاءالله که هر جای این کره خاکی هستید و در هر ساعتی از شبان روزی برنامه را میبینید در صحت و سلامت کامل باشید در برنامه امشب مطابق چهارشنبه های گذشته افتخار داریم تا در محضر استاد معارف اسلامی استاد عزیز خودم جناب حاجقای رزوی باشیم جناب استاد رزوی سلام علیکم سلام علیکم شب شما و شب شما بخیر سلام در خدمت شما, سلام. شما هستیم احوال پرسی داشته باشین با عزیزان بیننده و ان شاء الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الهی لا ادبنی به عقوبتک عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه بینندگان عزیز و خدمت خود شما استاد عزیز من خوشحال هستم که همچنان توفیق دارم در خدمت شما باشم حتما عزیزان بیننده هم همراهی برنامه را دارند چند جلسه هست که ما در مورد تنبیه بحث بسیار گسترده ای هم بود خدا رو شکر و بسیار بحث های مفصلی هم از لسان مبارک شما ما شنیدیم در برنامه ما امشب ظاهرا میخواهیم از تعدیب کمی از شما بشنویم مقدمه اگر دارین استاد برای ورود به بحث داشته باشین ما از شما خواهیم شنید و انشالله سالات از نظر شما خواهیم پرسید انشالله در خدمت شما هستیم سلام با یک مقدمه به عنوان یک خاطره که از حدود سال دهه پنجا در ذهنم هست مطلب را خدمت شما بینندگان عزیز ارائه میکنم خاطر اینه که ما در یک مدرسه بودیم مدرسه هم مدرسه کلاسی بود معلمی در کلاس پایین از ما بند خدا گرفته بود کسی را تعدیب کرده بود این گوشایش را در مز صندلی مدرسه مخ کرده بود عجب خب این اتفاقا در مدارس می افتاد. در مدارس سنتی هم خب کتک زدن یا پای کسی رو بستن و دستش رو بستن و کتک زدن یک چیزی بسیار مرسوم و معمول بود در موارد دیگر هم میبینیم در خانه ها همسران را تعدیب میکنن ما خاطر دیگر ادر کابول داریم بند خدای همسایه ای داشتیم ای در روز تقریبا یکی دو مرتبه خانومش را کتک میزد و کتک مفصلم هم توری نبود که مثلا دو تا تازیانه بزنه یا تعدیب مختصر کنه بسیار اذیت میشد خانم خاطر این مسئله اهمیت مسئله تعدیب کاملا روشن میشه چون در جوامع بدوی و جوامع سنتی این مسئله در ابعاد مختلف خودش گسترده هست و موارد زیاد را انسان میبینه که بعضیا حالا ویچه شرعی هم میته یک درک که پایین دستش هست در واقع اون متربی خودش را تأدیب میکنه و تعدیب, تأدیب نیست در حقیقت یک گونه اعمال شاقه و بسیار سخت که متحمل میکنه تحمل میکنه به یک ده کسانی که میخواه اینا را در حقیقت بازدارندگی داشته باشه از اون رفتار خودش ولی اون چی که در اسلام مرسوم است تعدیب کردن از فیلترهای خاصی عبور کرده یعنی حقیقتا دین اسلام آماده تعدیب را از فیلترینگ اینجا استفاده کرده قبل از تعدیب باید مراحل خاصی طی شود تا به مسئله تعدیب که یکی از ابعاد و اقسام و مراحل تنبیه هست آدم برسه اسلام دستور داده به احترام دیگرها شخصیتی دیگرها را حفظ کردن اکرام دیگرها رفق و مدارا کردن با دیگرها سرزنش نکردن دیگرها و استفاده کردن از تشویق ها هم در ترک منکر هم در فعل معروف برای که کسی معروف را به جا بیاره یا منکر را ترک کنه خب ما از تشویق همون طوری که قبلا گفتیم استفاده میکنیم این بهترین راهکار برای بازدارندگی یا انجام فعل معمور است فعل معروف است اینها فیلترهای خاصی خاصیه در تنبه هم ما گفتیم که تنبه کردن در موارد تنبه غفلت که در جلسات قبل عرض کردیم و بینندگان ظاهرا مستحضر هستند ما گفتیم اول ما میتونیم با یک کنایه کسی را باز بداریم از اون عمل منکرش یا حداقل مرحله بعدی از الفاظ استفاده کنیم صریحا بگیم خب شما چرا این کار کردی همونطور که روش قرآن در بیشتر موارد تعدیب و تنبه یا بیدار کردن انسان ها با این شیوه بوده ابسه و تولا در قضیه ابن مکتوم خداوند متعال آمده تنبه و بیدارباش پیغمبرش را با یک جمله لفظی ادا کرده یا ویل لکل همزت لمزه خب این مرحله بعدی خداوند متعال آمده از هشدار استفاده کرده ببینید ما چگونه در دین اسلام مسئله تعدیب را فیلترش میکنیم یعنی دین اسلام آمده اینطوری کرده این مراحل اول دوم سوم چهارم پنجم و حدوداً هفت هش ده مرتبه را ما قبل از باید رعایت کنیم تا برسیم که اگر این راهکارهای مناسب و جای ختم نشود از تعدیب استفاده کنیم لذا ما میبینیم تعدیب یک از واژگان است که در مرحله آخر ادب کردن دیگران و بیدار کردن دیگر را از غفلت حالا در موارد معروف و منکر ازش باید استفاده کنیم این طوری نیست که ما ابتدایی شما بعضی ها میبینید ابتدایی و مجردی که مثلا خانم خانه یا در موارد دیگر یک عمل ناهنجار و ناپسند را که به ذائقه آقای مربی و مؤدب خوش میاد دست به اسام بشه و دست بر تعدیب و ضرب زدن یا به تعبیر دیگر تربیت بدنی تربیت فیزیکی و ادب کردن فیزیکی مشه که کار از نظر دین اسلام اصلا مجوز نداره در مورد مدارس هم همینطوری اگر ما میخوایم شاگرد را وادار کنیم به درس لازم نیست ابتدا ما از ادب کردن و بود فیزیکی قضیه استفاده کنیم تعدیب فیزیکی بعد از فلتر شدن اون مراحل قبلی نوبتش میرسه یعنی اگر اون مراحل قبلی جواب گو نبود ما ناچارن در موارد خاص و اونم به ترتیب خاص با شیوه خاص به اندازه خاص که الله در خلال بحث اشاره میکنیم ما میتونیم از تعدیب استفاده کنیم بسیار تشکر استاد عزیز تعدیب در لغت به چی معناست در اصطلاح فقه به چی معناست و ای که عزیزان بیننده و حتما بابنده همقیده هستن که به صورت آمیانه و در مکالمات و محاورات آمیانه ای که ما داریم تنبیه به صورت کلی تعدیب می میدانیم در واقع ما میگیم که اگر یک پدری یک مادری یا یک معلمی بالاخره شجید خودش تعدیب میکنه تنبیه میکنه در واقع در واقع او را کوتک کتک میزنه آیا همچی معنایی داره یا چیز دیگری است؟ اما طور که ما در خلال مباحث ظاهرا چند بار اشاره ده. کردیم به نکته یکی از نکته هایی که حقیقتا در ابعاد اخلاقی مباحث اخلاقی و تربیتی از او غفلت شده فرق بین تنبه و تعدیبه اونطوری که ما مطرح کردیم حقیقتاً حقیقتا این بحث صورت نگرفته ما در کتاب اخلاقی و علوم تربیتی و هم رو وقت مراجعه میبینیم اصلا اقفال شده این بحث تنبه یعنی بیدار کردن از یک خواب از یک حالتی که نباید اون حالت داشته باشه انسان برای انسان پیش بیاد این میشه تنبه و نوع از بیدار کردن نوع از بیدار کردن یا مرحله آخر بیدار کردن اون تعدیب فیزیکی است تعدیب فیزیکی اگر ما در نظر داشته باشیم تعدیب به با معنای گوشمالی کردن یا به معنای زجر دادن به معنای عذاب کردن به معنای زدن به تعبیر ما در لغت استفاده میشه اما در فقه وقتی مراجعه میکنیم در حقیقت دو تا تعبیر از مسئله تعدیب شده یعنی دو تا اصطلاح یا دو تا مورد یا دو تا مصداق در فقه برای تعدیب بیان شده یکیش همون مسئله ادب کردن شما کسی رو میخواین ادب کنین با شیوه بدنی و فیزیکی در فقه همچی اصطلاح وجود داره لذا در روایات هم ما بینیم پیغمبر معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یکی از وظایف پدر اینه که نیکو کند ادب بچه ها و فرزندانش رو و کسانی را که در اطرافش وجود داره ببینید در اینجا به عنوان یک وظیفه از ادب کردن نام برده پیغمبر عظیم و شعن اسلام مورد دیگر و مصداق دیگرش کیفر دادن است در فقه کیفر دادن را هم نوع از تعدیب به حساب آوردن که اگر با این اصطلاح ما دنبال روی کنیم قضیه را نتیجهش این میشه که تعدیب شامل ادب کردن فیزیکی و تعذیر هر دو تایش میشه تعذیر همونطوری که ما قبلا گفتیم یک حد خاصی داره در ادب کردن و تعدیب کردن فیزیکی وقتی از حد پایین تر میایه و مجوز شرعی داره و به دست حاکم شهر هست اینو میگن تعذیر اما در مواردی که از حد تعذیر تعدیب کردن فیزیکی کم، کمتر باشه اینو میگن تأدیب. ولی اصطلاحا در فقه به هر دو مستاق میگن تعدیب کردن لذا یک فرق بین تعدیب لغوی و تعدیب در مبانی فقه وجود داره که در فقه وقتی ما مراجعه میکنیم گستره معنای تأدیب یک مقدار بیشتر از حالت لغت عمومیت داره اما تعدیب لغوی یعنی ادب کردن یعنی تعدیب فیزیکی و گوشمالی کردن و جزا دادن بسیار تشکر استاد بزرگوارم اهمیت و ضرورت تعدیب از دیدگاه اسلام چقدر است استاد؟ همونطور که عرض کردیم مسئله تعدیب در اسلام از اهمیت بسزای برخورداره برای اینکه تعدیب یک وظیفه کلی برای هر کسی است که یکی از کارهای ناهنجار دینی و عرفی و اخلاقی را ببینه اینجا وظیفه داره که خب بالاخره کسی را با مجوز شرعی و مراحل خاص خودش تعدیبش بکنم لذا در آیه قرآن ما داریم یا ایه الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا ای کسانی که ایمان آورده اید از ورود در آتش یا رفتن در آتش اهل خودتان و نفس خودتان را باز بدارید یعنی کاری بکنید که بالاخره شما در آینده معذب الهی نباشید این قو انفسکم و اهلیکم مراحل مختلف تعدیب کردن را و غیر تعدیب کردن را میگیره یکی از مواردش اینه که انسان اگر ناهنجاری دینی را در کسی مشاهده میکنه اینه ادب کنه در خانواده ها پدران خانه و مادران خانه با مجوز شهری اگر دید بچه نااهل شده دنبال فساده دنبال کارهایی که اینها در حد منکر نیست اینجا وظیفش اینه که بالاخره این بچه را ادبش کنه چون تعدیب اثر بازدارندگی داره یعنی وقتی ما میخوایم کسی را ادب کنیم در حقیقت کار میکنیم که دیگه این فعل را ای کار بد را انجام ندیه و علاوه بر این اثر اصلاحی داره یعنی سبب میشه که اگر کار بدی را انجام داده ما با تعدیب،, تعدیب کردن اون اصلاحش بکنیم و این یکی از شیوه است که بالاخره لازمه در زندگی انسان برای کسانی که از راه های دیگر وقت استفاده بشه اینها اون هنجار بد را عمل ناهنجار را ترک کنه از او استفاده کنیم لذا علی علیه السلام, السلام فرماید من لم یسلح حسن المدارات اصلح سوء المكافات یعنی اگر کسی را نیکو رفتاری کردن از اعمال خلاف از به ادبی نگه نمی داره در حقیقت اون سوء مکافات یا ادب کردن به تعبیر ما اینا بازش می داره لذا ما میتونیم تعدیب را از مصادیق بشارت و انذار حساب کنیم که هدف ارسال رسول و بعث انبیا بوده یعنی یکی از مواردی که حقیقتا بشارت و انذار مصداق پیدا میکنه در مورد او مسئله ادب کردن اگر ما کسی را ادب نکنیم در حقیقت پشت پا زدیم به اون بشارت و انذاری که هدف پیامبر گرامی اسلام و پیامبران بوده به علاوه این خب این میشه از مسادیق امر به معروف و نهی از منکر امر به معروف و نهی از منکر در مواردش خب بالاخره واجبات و محرمات را میگیره اما چی بسا هست که ما وقتی کسی را میبینیم یک عمل زشت و خلاف را انجام میته این به حد منکر نمیرسه یا ترک معروف نمیرسه ولی عمل خلاف اخلاق است خلاف هنجارهای دینی و اجتماعیه لذا در اینجا ما باید دسته به کار شویم ببینید پس بنابراین مسئله تعدیب از نظر اسلام دارای اهمیت خاصیه اولا اسلام میگه شما همه را مسئولیت دارید که از آتش جهنم برهانید وسیله های جدایی و وسیلههایی را که سبب رفتن به آتش میشه از دیگرها اینها را بالاخره بیگیرید و نگذارید دیگرها به آتش برند به علاوه این که از نظر دین اسلام اصل اثر بازدارندگی داره و بازدارندگی خودش یکی از اهمیت است که دین اسلام به او کاملا توجه کرده و انسانها رو وادار کرده که بالاخره ما کارهایی رو کنیم و هایی رو فراهم کنیم که دیگران از منکرات باز داشته شده اثر اصلاحی داره خب اصلاح فرد اصلاح جامعه در حقیقت پایه های است که دین برای ای اهمیت خاص قائل شده به علاوه این که خب مصداق امر به معروف و نهی از و مصداق تنبه از غفلت میشه که ما در قبل گفتیم غفلت چقدر آثار زشت و ناشایست در زندگی فردی انسان به جا میگذاره بسیار تشکر استاد عزیز استاد بزرگوارم پس همچنان اسلام اخلاق مدارانه وظیفه تربیتی خودشه حتی در بحث تعدیب به منسه حضور و ظهور میرسانه و ما میبینیم که در واقع با تعدیب کردن ما مانع میشیم یک شخص اولا ادامه کار زشت و بدشه و دومن اصلاح کنه که آن چیزی, آن چیزی را که خراب کرده درسته بله شکی نیست بله. درست فرمایش استاد حکم فقهی تعدیب چی هست اگر ما در فقه مراجعه بکنیم ما ببینیم تعدیب کردن دارای چهار تا حکم است حالا پنجمش مشکوکه چون احکام خمسه در فقه عبارت از واجب حرام مستحب مکروه و مباح ما تعدیب مباح را پیدا نتانستیم حقیقتاً اما اون چهار تا مصداقی دیگرش یعنی تنبه واجب, واجب. تنبه حرام،, حرام تنبه مستحب و تنبه مکروه مکروه داریم تعدیب که واجبه مثلا فرض کنید کسی نماز خودش رو ترک کرده خب اینجا لازمه بچه با اون غفلتی که داشته در زندگی خودش خب ما نمیتونیم این حد بزنیم نمیتونیم قصاصش کنیم نمیتونیم تعذیرش کنیم یک کار خلاف شعر رو به جا آورده اینجا لازمش اینه که ما اینا چیکارش کنیم تعدیبش کنیم همانطور که در روایات بسیار بسیار تاکید شده و ائمه علیهم السلام تاکید کرده بر این نکته که اگر مثلا بچه به سن تمیز رسید اگر نماز نخواند شما میتونید از تعدیب کردن ای استفاده کنید یا در مورد فعل حرام ما میبینیم بچه های حالا متاسفانه میره در جامعه وارد مشه به کارهایی که اینها از نظر دینی خلاف شهر حساب مشه ناآگاهانه با غفلت میره وارد قمار مشه مثلا فرض کنید الان متاسفانه این قضیه خیلی در پارک هایی که هست ملموسه و دیده میشه ما ببینیم بچه ها میرن اونجا چهار تای پنج جمع میشن قمار میزنن یا با آلات قمار از اینها استفاده میکنن خب بر والده اینه که در اینجا بچه رو تعدیبش کنه نگذاره این کار رو مرتکب شود چرا به خاطر این خب یک عمل عمل ناهنجار دینی و یک چیزی است که از نظر اسلام مضموم هست و فعل حرامه تعدیب کردن در اینجا میشه واجب برای ترک معروف میشه واجب در حقیقت ما باید وادارش کنیم این بچه را برای انجام حرام این مشه واجب مثلا باید حتما ما بگیم که این بچه ای کار را نکنه پس بنابراین هم ما میتونیم تنبیه واجب داشته باشیم در اونجایی که معروف ها ترک میشه هم میتونیم تعدیب حرام داشته باشیم در اونجایی که مثلا فرض کن نباید این کار صورت میگرفت نباید این عمل انجام میگرفت ما کسی را آمدیم تعدیب کردیم امشه از محرمات الهی و تعدیب حرام اما تشویق بر اعمال مستحبی خودش از نحو تعدیب مستحبی است مستحب. مثلا فرض کنید ما میخواییم قرآن در خانه تلاوت شود، نو رو بیوت کن به تلاوت القرآن بچه اصلا غفلت میورزه قرآن نمیخوانه یا در خانه همچه عمل انجام نمیشه اینجا لازمه که خب بالاخره اون مدیر خانه بزرگ خانه کسانی را کی کار را انجام نمیته وادارش کنه برای خواندن قرآن و حتی در موارد مستحب ما اینه تعدیبش کنیم یا در کارهای مکرو خیلی چیزا هست که عمل مکروه شما ببینید الان در مثلا فرض کن پوشیدن لباس ها لباس های کینا از نظر دینی پوشیدنش مکروه اگر یک کسی این کار را انجام داد میتونه صاحب خانه میتونه بزرگ خانه پدر خانه مادر خانه بچه را یا غیر بچه را تعدیبش کنه بگی خب توی عمل مکرو رو چرا انجام متی حالا با مثلا گوشمالی کردنکی مثلا فرض کنید با یک زدن بسیار مختصری که خب حالا شرایطش انشالله خدمت شما عرض مکنیم پس منو ما میتونیم تعدیب را از نظر حکم فقهی دارای چهار حکم حساب کنیم بعضی تعدیب ها واجب است بعضی تعدیب ها حرام است بعضی تعدیب ها مستحبه و بعضی تعدیب ها تعدیب های مکروه ها. اما تعدیب مباح ما دیگه پیدا نمیتونیم چون بالاخره تعدیب کردن خودش یک اثری داره که اون اثر این از حالت اباحه خارج مکنه و برمگردانه به اون احکام چارگانه دیگر بسیار لطف کردن استاد عزیزان آمد. همکار ما بسیار لطف میکنن و میان برنامه آماده کردن انشاءالله با شما و با عزیزان بیننده ای برنامه رو ببینیم دقایق کوتاه استراحتی خواهیم کرد و دوباره به محضر شما باز خواهیم کشم انشاءالله در خدمت من شما منتدار شما بزرگواران هستیم که همچنان نگاه مهربان شما همراه به وقت بیداری از رسانه جهانی هادی هست جای نروید زود برخواهیم گشت خداوندا زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر و سوی فکر دیگر پرواز می کند در میان چنین حیاهویی شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن میگوید دشوار است خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روز مره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کند چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای ترا که پر از لطف و زیبایی است و چشم دل مشاهده کنم مهربانا هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من جستو چه و جستو که خانیم که همه تویی و جستو همه هیچ تو برایم امید محضی هر نفسی که میکشم در انتظار نفس بعدی می مانم. یعنی به تو امید دارم خداوند لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است ای همدم و مونس کسی که همدم ندارد لحظه های من را با یادت بخیر کن یا رب العالمین شد از همکنون صبر عالم واله و شیدای او شمس و قمر پروانه ای بر چهره محتاب او او بیقرار و در کنارش جد و مام و باب او تا آنکه آغوش حسینش می شود مهراب او در عشق او پیغمبر فرهنگ آشورا بود امشب شب مولودی درداره زهرا بود اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم عرض سلام و مانده نباشی داریم مجددا خدمت یکایک که یک شما بزرگواران در شعاع میلاد سراسر نور حضرت زینب سلام الله علیه ها هستیم امیدواریم همه مادران و خواهرانمان ما چون این الگویی را چون این اسوهی را برای خودشان برگزینند و ما بهترین ها را داریم انشالله که این بهترین ها دستگیر همه ما باشند در این دنیا و در آن دنیا در خدمت شما عزیزان هستیم و بزرگواریم بسیار تشکر می کنیم که با نمبر ارتباطی برنامه مثبت 964 780 255 413 همچنان در ارتباط هستین همچنان پیام های بسیار پرمهر و بسیار کارساز و بسیار دقیق و مشکافانه شما بزرگواران به ما میرسه پیام هایی که از طریق واتساپ به صورت متنی، صوتی و تصویری حتی میتونین ارسال کنین میتونین برنامه را به صورت زنده و مستقیم در همین ساعت از شبانه روز دریافت بفرمایید و یا هم اگر توفیق نشد و ما نتوانستیم نگاه مهربان شما رو به صورت زنده در کنار خودمان احساس کنیم می توانید این برنامه را در فضای مجازی از طریق برنامه های آپارات، فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب دنبال بفرمایید این برنامه ها را خودتان ببینید و به علاقمندی های خودتان بیافزایید و به عزیزان خودتان هم پیشنهاد بتین برنامه های شبکه جهانی هادی و برنامه به وقت بیداری را حتما دنبال بفرماین همچنان در محضر جناب استاد رزوی هستیم با مبحث بسیار مهم و کاربردی تعدیب از مصادیق معروف و منکر جناب استاد از سلام مجدد داره داره. سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و عزیز داره سلام دارم بسیار تشکر استاد ما همچنان در محضر شما هستیم سوالی که در واقع من میخواستم در بخش اول از شما پرسان کنم و وقت نشد ای است که ادله جواز تعدیب یا همان تنبیه چی هست استاد؟ نکته بسیار اساسی است که خب آیا تنبیه تنبیه فیزیکی و تعدیب فیزیکی مجوز شرعی داره یا نداره اگر ما مبانی عدل احکام را در نظر داشته باشیم اولین منبع ما باید کتاب خدا و قرآن عظیم و شعن باشه ما در مورد تعدیب لفظ خاصی در قرآن نداریم که قرآن از تعدیب سخن گفته باشه اما مصداقش را بیان کرده کلمه تعدیب نداریم اما مصداقش را که حقیقتا یک از نمونه های تعدیب فیزیکی هست در دو آیه مبارکه قرآن ما از اون سخن به میان آمده و داریم در سوره ساد آیه 44 راجع به داستان حضرت ایوب بعد از اینکه امتحانات را انجام داد گرفتار بیماری و مریضی و کسالت شد مدت ها ابتلاع به این مریضی در وجود ایوب علی نبی علیه السلام ظاهر بود در همین هنگام خانومش کار انجام داد حالا به تعبیر بعضی از مفسرین گفتن که شیطان آمد گفت که من ایوب را شفا به شرطی که شما بعد از شفای ایوب بگید که شیطان این کار را کرده این یک تفسیری که در آیه وجود داره اما در بعض تفاسیر در بعض شعن نزول های دیگر ذکر شده که خب ایوب خانمش را فرستاد دنبال یک کاری که کار را انجام بند خدا کسالت داشت خانم خیلی طول کشید رفتنش تا برگشت همینجا بود که حالا به دو تا تعبیر و دو تا تفسیر ایوب قسم خورد که اگر من خوب شوم تو رو مجازات میکنم صد تا تازیانه میزنم مقدرات الهی صورت گرفت و ایوب شفا پیدا کرد و از اون امتحاناتی که انجام شده بود رهایی پیدا کرد حالا نوبت رسید که این خانم را چطوری مجازات کنم از طرفی دیده بود که خب خانم در طول ایام ابتلا و بیماریش خیلی کمک ها کرده دلش نمی آمد این خانم را تعدیب فیزیکی کنند از طرف دیگر تعهد کرده بود یا با تعبیر بعضی از مفسرین قسم خورده بود که اگر من شفا پیدا بکنم تو را 100 تا تازیه نمی زنم. اینجا خاص مجازات کنه و تعدیب فیزیکی صورت بگیره خداوند متعال برایش فرمان صادر کرد که شما میتونی با یک شیوه فنی خانم رو تعدیب کنیم آیا در وزکر عبدنا ایوب بیاد بیار بنده ما ایوب را که ما اینطوری دستور دادیم برایش خوز بید که زغزن فضر به یک مشت چوب را حالا چوبا میتونه مثلا چوب گندم باشه میتونه برسال چیزای دیگر باشه یک مشت زغز یعنی یک مشت به تعبیر بعضی روایات همون صد تا چوب را بگیر یک دفعه به این خانم بزن به این وسیله هم به تعهدت عمل کردی بالاخره خلف وعده نکردی خلف قسم و خلف تعهد انجام نشده هم وقتی دلت نمیامد خانم رو تعدیبش کنی و مجازات کنی خب مجازات شده قسم انجام شده یک بسته چوب یک بسته چوب ستایی یک دفعه بگیر یک دفعه خانم رو بزن ببین اینجا سخن از تعذیب در مورد خانم حضرت ایوب علی نبی نو علیه السلام انجام شده این یک مورد است مورد دیگر که یک آیه که در زمان فعلی زیادم مورد مناقشه قرار گرفته تعدیب خانم هاست در سوره مبارکه نسا آیه سی و چار داره الرجال و قوامون علن نسا مردان قوام بر خانم هاست حالا این کلمه قوام را بعضی آمدن بسیار سوء برداشت کردن متاسفانه و از این جهت اشکالاتی برای این قضیه پیش آمده در حالی که قوام از ماده قیام به معنای استادن است یعنی مرد استوانه خانه و نگهدارنده خانه و بپادارنده خانه و در حقیقت اصاد کننده خانواده هست و خانم خانه هست بله. پس با این بیان دیگه هیچگاه اشکالی یا شبهه در مورد تعدیب و این آیه صورت نمیگیره میگه مرد استوانه سو... خانه است مدیریت کارهای خانه در دست مرد درآمد مخارج برنامه ریزی ها و مدیریت ها و خانم در دست مرد است یعنی یک خانه اگر کارمند داشته باشه اگر خانم خانه کارگر باشه یا هر کاری و حرفه و فنی داشته باشه اگر این استوانه ای خانه وجود نداشته باشه مدیریت خانه کاملا مختل میشه پس بنابراین اینجا سوئی برداشتی صورت نگیره که بله مرد همه کاره هست دیگه زن هیچ نه اختیار داره نه هیچ برنامه دیگر در داخل خانه استاد من فکر میکنم یک لطف بزرگ خداوندی است که مردها به عنوان عمود به عنوان ستون به عنوان استوانه ای که حضرت علی فرمودین در خانه ها به عنوان تکیگاه هستند تا خانم ها به اینها تکیه میکنن همسران مادران دختران به این مردهای خانه خودشان تکیه میکنن و واقعا این آیه در واقع یک لطف خداوندی هست و نشان میده نسبت به حال بانوان ما که در واقع آیه را بعضی وقتها بعضی از حالا قرز ورزها ها به صورت منفی معنا میکنن بله بله و میگن نیست. که دین اسلام دینی هست که مردها بر برزن هست مرد سال ها رسم تعبیر در حال که همچی بله. چیزی از آیه اصلا استنباط نمیشه ببین اگر ما خیلی بخوایم مسئله را ریزش کنیم شما در خانه اگر خانم خانه باشه خب کارای سنگین کاری خانه را توانش نداره انجام میده جابجایی به جای کمود جابجایی به جای اخچال جا, به جا به بخاری و امثال اینها کارهایی که در داخل خانه وجود داره اگر مرد خانه باشه زن اصلا از عهدهش بر نمیاد پس می این معنای قوام مرد بودن در خانه هست حالا این قسمت آیه را اگر ما در نظر داشته باشیم بالاخره هیچ اشکالی با این وضعیت پیش نمیاد آیا داره ارجال ار و قوامون علی نصاب و فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا من اموالهم حالا این قسمت ها هم نیاز به توضیح داره که خب از این فعلا میگذریم بعد نکته ای که در محل بحث ما و راجع به قضیه تعدیب از این آیه میشا استفاده کنیم تصریح آیه هست که میفرماید ولات، ولاتی تخافون نشوزهن نه اگر زن ناشزه شد ناشزه به معنای نکول برنامه است که به عهده خانم خانه در مورد مسائل ازدواج وجود داره اگر این خانم از ای کار سر باز زد اگر مراحل خانداری را رعایت نکرد حالا مسئله خدمت خانه لباس شستن و امثال اینها اصلا در قضیه مطرح نیست مسئله استمتاعات شوهرانه اگر مورد نشوز قرار گرفت و خانم خانه از این اطاعت نکرد در اینجا میگه فعیزوهون پندید بدبرید نصیحتش کنید میگید خوب خانم خانه ارتباط ما با شما ارتباط با محبت باید باشه پندایی که خب لازمه در پد. هر خانه وجود داشته باشه بعد اگر با این پندم پند نگرفت میفرمایید وهجروحن فی المزاج قهر کنید پشت خود در مزاج در خوابگاه ها به طرف خانم خانه مثلا بگردانید این بدترین تنبه کردن یک خانم ای که مرد خانه بیاید چیکار کنه پشت خود از خانم و در در حقیقت به صورت قهر با خانم خانه ارتباط برقرار کنه ای بدتر این بدترین تنبیه دیگه بالاخره بسیار, بسیار, سخت است بس. مخصوصا برای خانما اما اگر با این مرحله ببینید از این فیلتر هم گذشت دیگه قضیه بسیار حاد شده داخل خانه طوری که خب این پایگاه محبت انس و الفت برای شوهر خانه خانم خانه و بچه های خانه به خطر افتاده اینجا میگه وزربوهون نه میتونید بالاخره به صورت که هم ایوب حضرت ایوب انجام داد شما یک مقدار تلنگر تعدیبی و فیزیکی به خانم خانه بزنید این هم معنایش این نیست که ما یک چوب رو بگیریم شروع کنیم خب خانم خانه تو شروع این کار رو کردی در حالی که بعضی از مراجع ازام با مساله که وجود داره مثل حضرت آیتون لالوزمای سیستانی حفظ الله میگه اصلا زدن خانم خانه جایز نیست ولی آیا با اون حدی که الان ازش استفاده میشه و ظاهر آیه مبارکه هست میگه شما میتونید بالاخره یک فیزیکی این خانم خانه را انجام بدید ببینید در اینجا قرآن در دو مورد پس بنابراین راجع به مسئله مصداق تعدیب که زدن هست اشاره کرده و به تعبیر ظاهر آیه هم همینه حالا شوخیش بعضی ها مثلا میگن با چوب مسواک در روایت هست کسی آمد خدمت پیامبر عظیم و اسلام گفت با چوب مسواک خانمتانه بزنید حالا چوب مسواک بیل نیست دیگه یک کسی مثلا فرض کنن دیستیبل رو بگذاره بگه با این مسواک میزنم حالا اگر خانم خانه یک نهانجاری انجام داد اینجا با بیل شروع کنه یا با چوبای کذایی شروع کنه همچی چیزی از نظر دینی کلن مجاوز شرعی ندارم این یک مسئله است یک دلیل است استاد چوب مسواکی که به صورت سنت است که دندان خودمان رو بایش مسواک کنیم منظورتان همین است؟ بله دیگه حالا یک چوبکی دستان باشه بالاخره همینطوری یک اشاره نه. بکنید به خانم خانه بگید بابا ما شما رو میزنم اینطوری چرا این کار میکنی ناهنجاری رو داخل خاله بد اخلاقی رو داره در خانه مثلا انجام متید خوبی سبب آلودگی خانمش استاد صد فیصد ما در مبین عزیزان همراه برنامه نداریم همچین اشخاصی که خدای ناکرده در خانهشان مشکلاتی داشته باشن حالا دا در این مراحل آخر و حاد بس تعدیب و تنبیه برسند ولی اگر در اطرافیانشان کسانی که میشناسند و همچین مواردی هست ما پیشنهاد میتونم برنامه این شب حتما در فضای مجازی پیدا کنید و به ایشان پیشنهاد بتینید برنامه را از, از کلام نورانی جناب استاد استفاده کنند و به نظرم بسیار نکته سنجی و دقیق شما استفاده کردین از آیات قرآن و چقدر اسلام حساس هست به حقوق زنان شکی نیست بله شکی نیست اسلام بالاخره زن را رکن از ارکان جامعه حساب میکنه همونطوری که مرد رکن از ارکان جامعه است حالا با خصوصیات فیزیکی که برای هر طبقه هر اسلام قائل است هیچ تفاوت بین زن و مرد نداره تنها فرقشون در اون بالاخره ابعاد فیزیکی و روانی که بین مرد و زن وجود داره خب این راجع به آیه قرآن است دومین دلیلی که از تعدیب بسیار سخن گفته و در حقیقت مجوز تعدیب را آغاز کرده و بیان کرده با خود لفظ تعدیب روایات است که ما این روایات را به تعبیر حضرت آیت الله العظمى فقید سعید آیت الله خویی رحمت الله علیه ایشان در تکمیل منهاج مسئله 285 این روایت رو آمده دستبندی کرده میگه اگر ما به روایات تعدیب مراجعه کنیم در بعضی این روایات معتبره هست و بعضی های روایات صحیحه هست حتی و به طور کلی چون روایات زیاد است میگه به حد استفاده میرسه حد استفاده یک حدیه که قابل اطمینان باشه پایین تر از حد تواتر یک اصطلاح علم درایه هست میگه این روایات به حد استفاده رسیده یعنی از حد تواتر پایین تره و از حد خبر آهاد بالاتره و اخبار به قدری است که انسان را به اطمینان میرسانه که حتماً هست. مورد وسوق است و مورد اطمینان هست و ما میتونیم به این روایات عمل کنیم روایت زیادی در این مورد هست مثلا حضرت علی علیه السلام میفرماید استصلاح الاخیار به اکرامهم آدم های خوب را اگر شما میخواهید به حالت اصلاح در بیاورید احترامش کنید وقتی شما کسی را احترام میکنید شخصیت متید در حقیقت تلنگور زدید برای بازداشتن ای از ترک معروف یا انجام منکر و یک بهترین تعدیب است دیگه منطقه تنبه است تعدیب فیزیکی نیست تنبه و بیدار کردن از خواب غفلت با احترام کردن اما والاشرار به تعدیبهم اما بعض آدم ها میبینید با احترام جوابگو نیست از این فلتر دیگه حالا باید شما بگذارید اینجا تعدیبش کنید این روایت را اگر شما در نظر داشته باشید خب تصریح میکنه به مسئله تعدیب کردن کسانی که اینها با احترام کردن در حقیقت از حالت غفلت و تنبه خارج نمیشه از حالت به حالت تنبه نمیایه به علاوه این حکم عقل در این مورد حکم میکنه که اگر یک عملی به حدی رسید که در اینجا لازم انسان از تعدیب استفاده کنه عقل چون تابع مصالح و مفاسد هست میگه اینجا یک مسلحت بسیار مهم وجود داره نباید این ترک شود یا یک مفسده بسیار مهم وجود داره که نباید این مفسده را کسی انجام بده در جامعه که اونجا دارای تدین دارای اخلاقه، دارای رفتار انسانی و شایسته است عقل مگه که چون این مصلحت یا این مفسده دارای اهمیت هست شما اگر نزنی ای آقا دنبال ترک معروف میره دنبال انجام فاسد میره انجام منکر مره. چون مصلحت اهم هست عقل حکم به ضرورت میکنه میگه در این مورد لازم از شما از تعدیب فیزیکی استفاده بکنید علاوه بر این ما میبینیم مبنای اوخلا در این مورد هست مبانی فقهی ما چهار تا بیشتر نیست یکی کتاب خدا سنت رسول الله و روایات بعد میرسه به حکم عقل عقلی که متخذ از مبانی دینی باشه و مخالف مبانی دینی نباشه اینجا عقل را بعضی آمدن یک قید دیگر هم اضافه کردن میگن بنای اقلا یعنی در ضمن عقل بنای اقلا را هم مطرح میکنند ببینید بنای اقلا بر اینه که اگر یک مساحت اهم وجود داشته باشه علاوه بر اینکه نفس عقل حکم میکنه اقلا آمدن این کار را در خارج انجام دادن استاد سه دقیقه عدل دلیل بله عدل دلیل یا به تعبیر فلاسفه میگه بهترین دلیل برای انجام یک قضیه واقع شدن اینه ما ببینیم اقلا عالم آمدن کسی را که معروفی را انجام دادن ترک کردن منکر را انجام دادن و یک ناهنجاری را به وجود آوردن از نظر اخلاقی اینا را تعدیب میکنه لذا ما در رشته های مختلف مثل رشته های روانشناسی روانشناسی تربیتی علوم تربیتی علوم اخلاق و امثال اینها از این قضیه آمدن کاملا این علم جدیدم مثل آقای گیش که آمد دانشمند روانشناس است تصریح میکنه به که اگر یک مسلحتی بزرگی وجود داشته باشه که نباید ترک شود یا مفسده بزرگی وجود داشته باشه که نباید انجام شود اینجا شما میتونید از تعدیب استفاده بکنید علماء علم اخلاق هم که راجع به قضیه کاملا تصریح کردن مرحوم غزالی در احیاء علوم الدین فیض کاشانی در کتاب الحقایق خودش یا در کتاب اخلاق خودش یا در المحجة البیضا و امثال اینها تصریح کردند به جواز تعدیب در اونجایی که مصالح اهم وجود داشته باشه و علاوه این که آقایون فقها ها ادعای اتفاق کردن میگن اتفاق وجود داره که اگر یک مسلحت اهم ترک میشه و فسادی صورت میگیره علما و دانشمندان آمدن تصریح کردن و این که تعدیب کردن اشخاص در این مورد جایزه ما میتونیم اینو کتکش بزنیم گوشمالیش کنیم منتها به حد که مجوز شرعی داشته باشه که انشالله در نهایت اینها را ذکر خواهیم کرد بسیار لطف کردین استاد امشب هم مانند شبهای گذشته که در خدمت شما بودیم توانیستیم با راه نمایی شما در گلستان معارف اسلامی چند قدمی برداریم انشالله که مورد استفاده همه عزیزان همراه هم واقع شده باشه انشالله که انشالله. همچنان در این مباحث و در این برنامه در محضر شما باشیم و انشاءالله که عزیزان همراه باشند در فضای مجازی هم با برنامه خودشان حتما برنامه خودشان بالاخره مورد پسند و مورد علاقه خودشان قرار بتن و به همه عزیزان که در اطرافیانشان هستند و دوست دارن این برنامه ها را بشنوند و ببینند پیشنهاد بتن برنامه های شبکه جهانی و برنامه به وقت بیداری را دنبال کنند استاد امری نیست برنامه خواهش میکنم التماس صدا داریم از شما و همه بینندگان عزیز سلامت باشین استاد با شما خداحافظی میکنیم خداحافظ شما از جان بلنده بسیار تشکر میکنیم ان که هر جا که هستید در این ایام خوب ایام ولادت حضرت زینب سلام الله علیها در بهترین حال خودتان باشید ان که خنده هایتان از ته دل باشد و ان شاء از سر شوق برنامه به پایان میبریم با دعای همیشگی من اللهم و منک و من رسولک و من حجتک <applause>